حدود 2.5 ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان میگذرد و تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته نتایج ابتدایی تمام ولایت ها را اعلام کند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی سرگرم رسیدگی به شکایت هایی است که نتایج ابتدایی آن ولایت ها از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده است. اعضای این کمیسیون میگویند بانک رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پس از تکمیل شدن نتایج ابتدایی آغاز می شود، اما بنابر تاخیر نتیجه ابتدایی شمار از ولایت ها بررسی شکایت های برخ از ولایت ها انجام شده است. میتونیم که این کار را هم بکنیم که ولایت های زودتر اعلان شده را، اگر به خصوص که نتایج برخی ولایت بسیار تاخیر داشته باشد، زودتر از او اعلان بکنیم. اما درستتر آن است که زودتر نتایج ابتدایی به صورت کامل اعلان شود که ما بتانیم و کل شکایات در موقع مناسبش رسیدگی کنیم و نتایج اعلام کنیم. اعلام نتایج ابتدایی تنها 3 ولایت کابل، پکتیا و بغلان باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش می شود تا نتایج ابتدایی این 3 ولایت نیز اعلام شود. او اصلا معلومات سیستم ته داخل شوی دی او دمدغه اونۍ تر پای پورې به د کابل د لیست په اړه هم تخنیکي کارونه پای ته ورسیږي او نهایي کوشش مو دغه دی څومره زه چې د کابل ابتدایي لیست هم باید خبر شي. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ضعف در کارهای تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام نکردن نتایج ابتدایی کامل ولایت ها تاثیر منفی بر انتخابات ریاست جمهوری دارد. از نگاه تخنیکی پلانگذاری، برنامه ریزی بر انتخابات ریاست جمهوری را بسیار زیاد متاثر می سازد. این تاثر می تانم مثلا در بخش استخدام، در بخش آمادگی ها، در بخش لوجستیک، در بخش اصلاحات که متاسفانه کمیسیون انتخابات هیچ برنامه بر اصلاحات که داشته باشه که بعدن باز برن به طرف انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه نداره. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات رایزنی ها را آغاز کرده تا انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود در 31 حمل برگزار شود بعد تعویق بیندازد.